تموم نشد؟ دارم تریپ دومادی میزنم سرکار. مزه نریز، راه بیافتیم از شهرت خلاص شیم. شو بی احساب، حالا خوبه دارم آزاد میشم، با جنس که نگرفتیم. سرکار، هنوز شندر پندراش هم جمع نکرده. میبخشمشون به تو. گم شو بابا. من واسهت نگه میدارم برگشتی لخ نمونی. اصلا به حمالیش نمیارزه، برگشتنی بارت سبکتر میشه. زهر مار، من همچین میرم که بادم به گرد پام نرسه. زندون جای آدمای خنگ و بیبوته است. این دفعه هم که پام گیر افتاد رو دست خوردم، دارم براش. حالا خوبه نمیگه اخفال شدم. تو یکی دعا کن بر نگردم. الهی که بری بر نگردی. بس دیگه تمامش کن. آدم شدن انقدر سخته؟ آدم موندن سختتر سرکار. استعداد ژنتیکی میخواد که ما نداریم. میگی نه؟ از آقا تیمور بپرس. خب دیگه برای جی بسه. آقای نافته به دوزده زد زیاد. خدا پشت پناهت. مادر رو قولت حساب میکنم اینا یه وقت خامت نکنه. امروز باشون اتمام حجت میکنم. دوم این دوتا ورپریدرم میچیدم دیگه اینجوری جلوت وای نستم. ببینی او تعریف کنیم. هم میبینی هم تعریف میکنی. آروم برونه به شوهرم سلام برسون. چشم، شما مواظب خودت باش. مادر از حرف خواهرات نرنجی. من میدونم تو برای خانوادت چی کار کردی. اول نذاشتی کار پدرت تعطیل بشه، تا الان نذاشتی خون برادرت پایمال بشه. ازت راضیم. خیر ببینی، مرده و زندم همیشه دعات میکنم. خدا تو رو از ما نگیره. انشالله سایت همیشه بالا سر ما باشه. خداحافظ. زنده باشی. خداحافظ. سلام. سلام به روی ماهت. شیخه بهتون زنگ زد؟ قصه نخور، همه چی درست میشه. همه چی داره تموم میشه. انشالله به خیر و خوشی تموم میشه. دیروز با بابات رفتیم خونه سینا. بیفایده است. نه، خواهرش راضی شدن، میخوان مادرشونم راضی کنن. واقعا؟ ناامید نباش، درست میشه. سوهل چی؟ سهیل راننده یه کوه و کمره. یه روز هست یه ماه نیست. یه روز ایرانه، روز بعد خدا میدونه لب کدوم مرزه. مادره که راضی بشه پسرشو راضی میکنه. میخوام با مادر سینا حرف بزنم رو در رو. به شیخی بگیم ببینین چیکار میتونه بکنه. صبر کن، بذار خواهراش جلو بیافتن. قلق مادرها دست دختراشونه. خودشون با هم طرف بشن به نفع ماست. باش، هرچی شما بگین. فکر کنم ببینمش بهتر بشه. بابا ساکتی؟ میگه چرا ساکتی؟ مردی چطوری پهلوون؟ دست بوسه شما. مشتی بیا، مهمون داری. تیمور کی آزاد شدی؟ سلامت کوپیری.
سلام آقا، مشرف، خیلی خوش اومدی. حالا شد غذا مزه چی داری؟ غذا دیگه نمیپزی، یعنی بازرس بهداشت بهمون گیر داد، فقط چای و قلیون، صبح هم نیم رو همونو برده بیا بوششم. فرج جون آقا، سه تا نیم رو بده اینجا رو چشم. آبه چای من چه خبر؟ بی خبرم آقا. یعنی پا بریدن اپ قطعشون؟ از وقتی کامرانو گرفتن و دست بسته تو محل چرخوندن همه ماستا رو کیسه کردن. شما هم مواظب خودت باش. هم مواظبم، آدم باست مواظب بقیه باشه. به به ببین کی اومده. آی قربونه قدمه قدمه بکش. چه بی خبر؟ ای آزاد شدی؟ دو سه ساعتی میشه. من مادر سینا. اگه یه بار دیگه به هر بهونه‌ای بیاین در خونه من، هر چی دیدین از چشم خودتون دیدین. جوونم رو خوابوندین سینه قبرستون، حالا میخواین این یکی ها رو بندازین به جونه هم؟ من اگه میخواستم با سر و سینه کوبیدن شما از خون بچه‌ام بگذرم، این چند ساله ای کارو کرده بودم. من تا قاتل سینا رو بالای دار نبینم روونه قبرستونش نکنم، آروم نمیگیرم. نه خودتون خسته کنی، نه بچه های منو به جونه هم بندازی. همچی غیب شده انگار از اولش هم نبوده. اگه یه رو عمرم مونده باشه این ناکس رو پیدا میکنم حقش رو میزنم کف دستش. یه جا بند نمیشه. خیال کردی با لنش تا کجای دنیا میشه رفت؟ کجا میتونه بره که چاته ایرانی دور برش نباشم؟ من پیداش میکنم. من الان پول لازمم. چی داری تو بسته؟ من که قلوم شما آن کاسبی که ساده سر هر چاله یه معمول گذاشتم. من یه خورده فروشم، مگه چند تا مشتری و چند تا پاتوق دارم؟ اگه پول قلوم بمیخواه بگردم یه سوژه پیدا کنم. من یق نمون دسته ایش که نمیدم. من اعتماد کن تو چون تا حالا ازم بدی ندیدی. من میخوایی لاین عوض کنی. دوتا بچه پولدار به تیغیم اندازه پنج سر سگ دو زدن من کنتور میندازه. ولی خطرش بیشتره، جانش هم سنگین تر. هستی؟ هر جا آقا تیمور هست پول هست، هر جا پول هست عزت و احترام هست. هستم. وسط کار زیاده، آدم کاری کمه، کار بزرگ عرضه بزرگ میخواد. جون تیمور همه جوره هستم. الان چی؟ چی؟ تو محل کی به کی اجالتم؟ مراد یادت میاد تو کار جعل سند و امضا و چک بود؟ چرا میگی بود؟ یه کار نمیکنم. کنم چه غلطی میکنم؟ گذاش ردیف شده انگار. بارش رو بسته، خواهر رو فرستاده دانشگاه دکتری بخونه، مادر رو فرستاده سوریه زیاره، سرسنگین شده پشت ماشینای مدل بالا میشینه. میخوای بریم سراغش؟ امروز که نه، من اول خوب تماشا میکنم، بعد یه کاری میکنم بقیه هیچ چیز نتونن تماشا کنن. حساب ماشین صاف کن. کتککاری کار احمقاست، اما یه سر این حماقت هم برادر ما بوده. برای مهم نیست درباره کی شروع کرده یا کی ادامه داده، حتی برای مهم نیست دعوا سر چی بوده. مشکل همیشه از جایی شروع میشه، حلش نکنی کشدار میشه، کشدار که بشه از کنترل خارج میشه، فاجعه مثل زمین ترک خورده دهن باز میکنه و همه رو میبله. اون وقتی یه کسی یادش نمیاد از کی شروع شد، چرا شروع شد. همه اینا یعنی چی؟ یه فاجعه دیگه تو راه و من نمیخوام تو شریک باشم.
تو اولی کاری ازم ساخته نبود، چرا وقتی میتونم کاری بکنم ساکت بشینم؟ مرگ یه قاتل فاجعه به حساب نمیاد. برای مرگ کسی لحظه شماری کردن و از نبودنش به آرامش رسیدن یه فاجعه که درونه یه انسان اتفاق میفته. الان این فاجعه تو وجود مادر سهیله. سالهاست که یه کوله بار پر از کینه رو با خودشون از این طرف به اون طرف میکشن. چشم و گوش رو این واقعیت بستن توی درگیری احمقانه هر اتفاقی میتونست بیفته. یه آدم پرکینه آدم دوست داشتنی نیست. چطور در مورد مادر سهیل اینجوری حرف میزنی؟ ما یه خانواده ایم. خانواده ای که توش فقط یه نفر حرف بزنه و خواستش رو بقیه تحمیل کنه خانواده نیست. بس کن سهیلا، تو چت شده؟ من رضایت میدم. تو عقلتو از دست دادی. سینا هم بود همین کارو میکرد. تو هم تا دیر نشده فکراتو بکن. من فکرامو کردم. ما یه خانواده ایم قبول، اما قرار نیست همون با هم اشتباه کنیم. یا وقتی مطمئنیم یکی مداره اشتباه میکنه چون یه خانواده ایم حرف نزنیم. برادر ما کشته شده. زندگی من به خاطر همین از دست رفته. اشتباه رو اشتباه میاد. نمیشه اولیو برگردوند، اما میشه جلوی دومیو گرفت. نمیدونم چی بگم. یه رضایت بده. فرقی هم نمیکنه. فرقی نکنه. لااقل ما هم دست اشتباه نیستیم. یه جمله رو بهت میگم، هزار بار تکرار کن. قاتل حق زندگی نداره. قاتل حق زندگی نداره. قاتل حق زندگی نداره. تکرار میکنم، من قاتل نیستم. من قاتل نیستم. من قاتل نیستم. نمیخوام دستم به خون آلوده بشه، حتی خونه قاتل. دستای من تمیزن. نمیخوام خونی بشه، حتی خونی قاتل. به مادرت چیزی نگو. آخرش که چی؟ مادر یه جوری حرف زد که جرئت نکردم گوشی رو بردارم. بذاری یه امشب رو هم امیدوار بخوابه. این امید مثل حباب روی آبه. داریم علی رو از دست میدیم. بشیم از
سهیل. کاش همه انتظارا اینقدر زود سر می اومد. الو سهیل جان. سلام مادر، حالت خوبه؟ الحمدلله. تو خوبی؟ شهره بچه ها؟ شهره خوبه، سلام داره. بچه هم دست بوسن، روی ماهشون رو می بوسن. چه خبر؟ کی میای؟ همین زنگ زدم بگم بعد قول میشم، نمیتونم به این زودی ها بیام. چرا؟ قول نکنی، فقط چیز مهمی نیست، تصادف کردم. چی؟ صدمه دیدی؟ نه والله، حتی یه خراشم بر نداشتم، اما نجیب با سر رفت توی شیشه. تو پشت فرمون بودی یا اون؟ من که ماشین دست شاگرد نمیدم. آخه چرا مواظب نیستی؟ با چی تصادف کردی؟ مواظب بودم، شد دیگه. نجیب چه شده؟ بیمارستانه. اون یکی راننده چی؟ اونم بیمارستانه. سهیل، تنها امید من تویی. تصادف، اسمش روشه. من مجبورم بدقولی کنم، باید بمونم، هم به خاطر تعمیر ماشین، هم به خاطر نجیب. ماشین فدای سرت، خدا رو شکر طوریت نشده. مادر اگه به اجرای حکم نرسیدم؟ میرسی، میرسی انشالله. اگه نرسیدم نذار چیزی یا کسی تصمیم تو عوض کنه. مثلا کی؟ مثلا چی؟ مثلا سهیلا سرتق. سهیلا جوونه، شب یه چیزی میگه صبح یادش میره. این سینا، اونم زود جوش میآورد، دیرم از قلقل میافتد. مادر جانم، نظر حرف بچه ها تصمیم تو عوض کنه. از سن عوض شدن من و تو سالا گذشته. خدا شاهده این داغ سینا لحظه ای فراموشم نمیشه. سریا و سهیلا ندیدن اون وقت منو که سینا تو بغلم پرپر شد. میدونم، میدونم. راضی نیستم خون از دماغ کسی بیاد، اما هیچ کس، نه تو نه سهیلا، هیچ کدومتون از من نخواهیم که اون لحظه رو که سینا تو بغلم شون داد و فراموش کنم. به دستام که نگاه میکنم هنوز خون سینا روشه. کسی راضی نیست، کسی رو حرف تو حرف نمیزنه. نمیخوام از این راه دور ناراحتت کنم، اما سهیلا و سریا عقلشون قد سن نشونه. بزرگ ما تویی، کوتاه نیا. رو چشم، خیالت راحت باشه. خداحافظ. تو داشتی گوش میگردی؟ آره. تو این خونه از این کارا نداشتیم؟ من 25 سالم و سریا 32 سالشه. میدونم. وقتی سینا کشته شد من 19 سالم بود و سریا 26 سالش. اینم میدونم. همین. همین چی؟ اگه سهیل راست میگه که عقلمون قد سنمونه، عقلمون کمتر نشده، بیشترم شده. ظاهر و رفتارت که اینو نشون نمیده. بله. سلام، علایی هستم. سلام آقای علایی، چه خبر قربان؟ مادر سینا تلفن کرده، پیغام گذاشته که رضایت بده نیست. پس تیر دخترها هم به سنگ خورده. یه خواهشی ازتون دارم. هم بفرمایید. البته این درخواست علیه، میخواد با مادر سینا رو در رو صحبت کن. شاید کاری که ما تو چند سال از پسش بر نیامدیم خودش بتونه تو چند دقیقه درست کنه. ما کمکاری نکردیم، راهی نمونده که نرفته باشیم آقای علایی. این راهو که امتحان نکردیم. نمیدونم چرا قبلا به فکر هیچ کدوممون نرسید. خب به فکرمون نرسیده چون جواب نمیده. از کجا اینقدر مطمئنی؟ اون که به همه گفته نه، یه بار دیگه هم بگه نه خسته تر نمیشه. امتحانش که ضرری نداره. من شرط میبندم قبول نمیکنه. من سر زندگی پسرم شرط نمیبندم. باش حرف بزنی، هر کاری لازمه انجام بدین تا من فکر کنم علی وکیل داره و داره براش دوندگی میکنه. علی وکیل داره. چشم، خداحافظ. وکلا مثل قاری های قرآن مجلس ختم میمونه. مجلس ختم اول میگیرن، بعد قاری رو صدا میکنن. هر چقدر که قاری خوش صدا باشه،
مرده زنده نمیشه که نمیشه. چیه؟ روح دیدی مگه؟ سلامت کو. سلام علیک. اومدی مرخصی؟ رفیق آزاد شدم، گفتم بیام یه سر بزنم به رفقای قدیمیم. نامرد بزرگ عماد خان که به جون من قسم میخورد حتی یه بار نیومد ملاقات من. بذار به حساب بی‌معرفتی. گذاشتم اما چوب خطت پر شده. جبران میکنم. چجوری؟ هر چی تو بگی. اول برو موتور منو بردار بیار، بعدم یه اتاق ترتمیز جور کن که شبیه سلول زندون نباشه. خونه ما قابل تو رو نداره. معلومه که نداره. ساختمون تایباغ میگم. ویلای سعادت؟ همون. مگه اینکه صاحبش زنده شده باشه یا ورثش از تهران کوچ کرده باشن اینجا؟ نه. صاحبش هنوزم مرده و ورثش بی خیاله. خوبه. مرده خوبه. ورثه هم خوبه. بی خیالی هم خوبه. چند وقت میمونی؟ تا وقتی که بی‌معرفتی تو جبران شه. هر چی تو بگی. مادرت کو؟ عزیز کجاست؟ تو باغه. نذار زیاد دوره بره من باشه. مادرت جواب شنیدن بلد نیست، فقط سوال میکنه. باش. عماد خیلی بهم بده کاری. سلام شیخ. سلام علی آقا. چه خبر؟ بشین. یعنی خبر خوبی در کار نیست؟ نه خبر خوبی در کار نیست. ظاهراً خواهرای سینا نتونستن مادرشون رو قانع بکنن. البته فعلا. میتونستن قانعش کنن عجیب‌تر بود. برای چی میخوای ببینیش؟ دیدن تنها کسی که میخواد من تو این دنیا نباشم حق منه. چی میخوای بهش بگی؟ حقیقت. حقیقت چیه علی؟ حقیقت اینه که من نمیخواستم سینا بمیره. ازش عصبانی بودم اما خیال کشتنشو نداشتم. اینا همه میدونن. چیزی که هیچکی نمیدونه اینه که تو برای چی عصبانی بودی؟ سینا از چی ناراحت بود؟ برای چی سر راش کمین کردی؟ کمین نکردم. سینا ازم خواست برم اونجا برای ادامه دعوای مدرسه. دعوا سر چی بود؟ من وکیلت هستم علی، اما بعد از 6 سال هنوز نمیدونم بین شما دو نفر چه اتفاقی افتاده. یعنی هیچکی نمیدونه. یه مش توضیح کلی گنگ و بی سر و ته. اینا کمکی نمیکنه علی. اگه میخوای رضایت بگیری هر چی تو دلت هست بریز بیرون. مادرشو راضی کن به ملاقات. به اون میگم، فقط به اون میتونم بگم. اگه نیومد چی؟ میخوای رازو با خودت ببری؟ رازی نیست. یه حرف بین من و سینا. انقدی هست که نظرشو عوض بکنه؟ عوضم نکرد، اون حق داره که بدونه. پس چرا تا حالا نگفتی؟ برای اینکه تا حالا انقدر نزدیک به مرگ نبودم. اگه بیفایده بود چی؟ میشم همینی که الان هستم. یه حرف چرا 6 سال باید نگفته بمونه؟ اگه تأثیری داره خب از قبلم داشته. چرا تا حالا نگفتی پس؟ فکر نمیکردم حکم تایید بشه. به زندانش میارزید ولی به مردن نمیارزه ها؟ زندان که میای مطمئن هستی زیاد نمیمونی. حتی اگه حکمت ابد باشه همش منتظر فردایی. چش باز میکنی میبینی 10 سال گذشته. من تا چند روز پیش منتظر فردای آزادی بودم اما تو این چند روز منتظر روز مردنم. دلیلش اینه. بله. سلام، من سایلا مرادی هستم. سلام، حالتون خوبه؟ نه خوب نیستم. چرا؟ خدا بد نده. حالا آج خانم چطوره؟ چطور باید باشه؟ قلبش کم بود، میگرنشم اوت کرد. من نشونی دفتر آقای شیخی رو میخوام. برای چی؟ میخوام رضایت بدم. واقعا؟ این کار رو به خاطر شما نمی کنم. نمیفهمم. به خاطر خودم که رسیدم سن مادرم قصه امروز رو نخونم. به خاطر خدا مادرتو راضی کن.
راضی کردن مادرم کار آسونی نیست. اگه تو نتونی هیچ کسی دیگه هم نمیتونه. هر کسی یه سهمی داره. من دارم تلاشم میکنم. شاید این شد نقطه شروع. علی زمان نداره. میدونم. بیام دنبالت با هم بریم. نه اینجا نه، یه جایی قرار بذاریم. باشه. دفتر آقای شیخی. امیر اتابکه. بیا هفته تیر ورودی ایستگاه مترو. تا یه ساعت دیگه اونجا. سهیلا. بله. سرای خانمم میاد. هر کس خودش باید بر زندگی خودش تصمیم بگیره. تو رو خدا راضیش کن. واقعا دست من نیست و تصمیم با خودشه. چندومه؟ همچی میگه انگار دوزا پک پیتزایان رو خودم بهشون آدرس میدم. شده نشون کرده همه کیف دوزای تهران. بعد یه قبیله آدم رو دوست داشته باشن؟ مخصوصا قبیله دوزا. حالا چی تو کیفت بود؟ هیچی توش نبود، به کادون زده. مدارکم اینجا. پولم که علف خرس. پول از این دست میاد از اون دست میره. تو درک مفهوم دست به دست شدن پول مشکل داری. پیش من باشه جاش هم تره. پس بده یه دست کلید نو هم برام درست کنم. حالا چیکار کنیم؟ بریم کلان تری. که چی بشه؟ که برای برادرای پلیسمون فضای شغلی ایجاد کنیم. به چه خیره شدی؟ به چیزی که نمیخوام ببینمش. هیچ فکر نکن. من به مرگ فکر نمی کنم، مرگ به من فکر میکنه. بالاخره زندگی هر کسی باید یه جوری تموم بشه دیگه. که زندگی آدم یه جوری تموم بشه که باعث سرفکندگی خانوادش نشه. ببین قسمت هر کسی یه چیزه. سرنوشتش، پیشونی نوشتش، چه میدونم. از تقدیر که نمیشه فرار کرد. تقدیر منی نبود که سینا رو بکشم. نه جادویی در کار بود نه تلسمی. همه چه شوخی احمقانه شروع شد. با کینه ادامه پیدا کرد. نه اون کوتاه اومد نه من. اما روز آخر سینا تیر خلاصو زد. هم به خودش هم به من. دهنمو بستم هیچی نگفتم. اما اگه سینا اون حرفو نمیزد الان اون زیر خاک نبود، منم اینجا نبودم. چی گفت؟ هیچی. ولش کن. چرا ازش حرفی نزدی؟ شاید تو حکم تأثیر میذاشت. آدمو چیزایی که دیدن و یادشون نمیاد چه برسه به شنیده ها. سه نفر شاهد شدن چاقو مال من بوده. اگه من برای دعوا اومده بودم که چاقو همراهم باشه، شاید هر کدوم یه چیزی گفتن همین کارو مشکل کرد. دیگه مهم نبود کی چاقو آورد و برای چی. همه دیدن من چاقو زدم به سینا، اما هیچکس ندید که قبل زیر مشت و لگد سینا بودم. برای قاضی مهم نبود اول سینا حمله کرد. هر کی هر چی خواست گفت، ماجرا لوس شد. فقط یه چیز نمیتونست و نمیتونه تغییر کنه. چاقو تو دست من بوده که زدمش به سینا. فقط این مهمه که سینا مرد و من زنده موندم. دنیا همینه. میگن سر بیگناه بالای دار نمیره. من که بیگناه نیستم دلم به چی خوش کنم. رفتی به استقبال مردن ها؟ نه، مرگ اومده به پیشواز من. سلام. سلام مادر.
کجا داری میری؟ کلاس داری؟ نه دارم میرم بیرون. اینو که دارم میبینم. به سرعی گفتم. خب به منم بگو. چی شد؟ دارم میرم دفتر آقای شیخی. کجا؟ دفتر وکیل خانواده علایی. تو اونجا هیچ کاری نداری. خودم زنگ زدم خونهشون براشون پیغام گذاشتم. نه با وکیلشون کار داریم نه با خودشون. نه حرفی مونده بزنی نه کاری مونده بکنی. مادر من نمیتونم این کارو بکنم. کدوم کار؟ نمیتونم بقیه عمرمو تا چشام میبندم یه جوونو ببینم که از گردن به دارا بیزون شده. میرم رضایت بدم. شب وقتی میخوابی چطوری خوابت میبره؟ چشماتو که میبندی جنازه برادر غرق به خونه تو نمیبینی؟ یادت رفته چند ساله بود که پرپر شد؟ گفتن خواهر برادر، نگفتن دوتا غریبه. یادت رفته سینا کف خیابون از دست رفت؟ اسمش هنوز یادته؟ سینا. دلت براش تنگ نمیشه؟ واسه اومدنش چشمت به در نیست؟ یادت رفته خوابوندیم سینه قبرستون و اومدیم خونه؟ تا حالا خوابشو دیدی؟ انقدر دلت براش تنگ شده که آرزوی مرگ بکنی؟ شاید اون دنیا ببینیش دلت وابشه. کی زیر باد نشسته؟ این روزگار با کی آمد و شد میکنی؟ چرا میخوای خونه برادرت به خاطر یه آدم از خدا بیخبر پایمال بشه؟ اون کیه که حرمت حرفش از حرمت برادر و مادرت بالاتره؟ نمیتونم سر تو از کی لغمه گرفتم که اینقدر بیاده از آدر اومدی. اون از سهل که با دل شکست روونه بیابون شد، تنها غمش خونه برادرشه. اون وقت تو میخوای بری رضایت بدی؟ از کی راضی هستی سویلا؟ کاش من کور میشدم و خار تو پای سینا نمیرفت. کاش من میمردم الان سینا وسط این خونه لبخند میزد. فکری فقط داغ مال تو و سهیله؟ فکری ما خون گریه نکردیم؟ خدا بکشه منو. خدا از روی زمین برم داره اگه دروغ بگم که حاضرم یه ششام بدم فقط 5 ثانیه سینا رو ببینم. سینا زیر خروار خاک باشه قاتل سر و مورو گنده قدم بزنه. هاشا به غیرت ما. من دوستتون دارم، دستتونم میبوسم. من عزادارم تا آخر عمر. از سکم سرم اگه یه لحظه سینا رو فراموش کنم تا آخر عمر. دختر پدرم نیستم اگه دروغ بگم. هر کاری بگی میکنم، هر جور بگی زندگی میکنم. اما ازم نخواه با این فکر که حکم مرگ جوون مردم امضا کردم تا آخر عمر زندگی کنم. گیرم گناهکار، تقاصش با خدا، میسپارمش به ابوالفضل، میسپارم به خدا که به حق علی اصغر حسین ازش نگذره. اما من دستم به خونش آلوده نمیکنم. من تصمیممو گرفتم، با افسانه میرم دفتر وکیل تمومش میکنم. منم باهات میام. تو هم سرایا؟ منم. بچه منم خونه مردمه. ببخش مادر. اگه پیدا شد درسته، نه قیافه‌شو دیدیم نه شماره‌شو برداشتیم. من شانسم خوبه پیدا میشه. حتی نمیدونی چقدر پول تو کیفت بوده. مگه تو میدونی چقدر پول تو کیفته؟ من پول نقد تو کیفم نمیذارم. الان همه فروشگاه‌ها کارتخون دارن. حالا مگه چی شده؟ گوش کن، هر چی از بابا مونده مال هر دوی ماست. وقتی تو پولی رو از دست میدی، از سهم من کم می‌کنی. اوکی، تا حالا انقدر پولکی شدی؟
خیلی برات مهمه، سهم تو جدا کن. سهم چیمو جدا کنم؟ سهم میراثمو یا سهم خواهریمو؟ تو نمیفهمی من چی میگم. من نمیفهمم تو چی میگی. آدم وقتی چیزی رو از دست میده نمیتونه مثل آدمی که چیزی رو به دست آورده رفتار کنه. من داشتم شوخی میکردم ترسمون یادمون بره. ما هم تازه رسیده بودیم. تو خونه گفتی میخواییم چیکار کنیم؟ راستش نه، مامان که بد جوری به هم ریخته، بابای بدبختم که نابوده، اما بروز نمیده که حال ما بدتر نشه. نمیخوام بی خود امیدوار بشم، گفتم اول با آقای شیخی مشورت کنیم. پس تو هم میدونی کاری که ما میکنیم ممکنه بیفایده باشه. نه سرایه خانم، بیفایده نیست، فقط کافی نیست. من خیلی امیدوارم که فریده خانم تحت تاثیر شما قرار بگیره. بالاخره قلق مادرها دست دختراست. تو خانواده ما برعکسه. به هر حال غیر ممکنم شاید ممکن بشه. نه؟ تا خداش بخواد. به فریده خانم گفتین که میخواین رضایت بدین؟ آره. چی گفت؟ ندونین بهتر. به خدا من شرمندم. هممون شرمنده ایم. میخوام بدونین هر اتفاق بیفته ما محبت امروز شما رو فراموش نمی کنیم. هم شما فراموش نمی کنید، هم سهیل، هم مادر. برگشتم. میبینم. اما چرا یادم بره وسط خیابون ولم کردی؟ معذرت. برو گم شد. از سهم خودم گم شم یا تو هم سهمتو بهم قرض میدی؟ به عمو بگو حساب کتابمون از هم سوا کنه، خیالت راحت شه. منت کشی کنم چی؟ از خر شیطون میاد پایین. نه. گریه کنم. گریه کن. لوس نشو دیگه. حالا من یه چیزی از دهنم پرید. تو به دل نگی. به دل گرفتم. زندگی ما دوتا به هم گره خورد و دختر خوب، حتی اگه پولو سوا کنیم بازم به ریش هم چسبیدیم. آره؟ چی آره؟ همین به ریش چسبیدن. خون سردی تو آدم رو عصبی میکنه. بابا دوز به همون زده، این خیالت نیست. جیغ میکشیدم گریه میکردم همه چی درست میشد. ببخش. حیف که ازت خوشم میاد. شانس آوردی. من گرسنمه، بریم نها. دارم فکر میکنم کجا بریم. دیدی دل به دل راه داره، بیا سوارشو تو راه فکر میکنی. محکمتر بکو. آها، در سهم و سمت خودتو کوبیدی. راه بیافت. چشم. کیفم کو؟ تو داشبورده. چقدر داشتن یه خواهر خوش اخلاق خوبه. نه رو من حساب میکنم. با کدوم پول؟ غیر از فروشگاه رستورانم کارت خون دارم. اینه از خره. دست شما درد نکنه. سه نسخه نمیخوام شعار بدم که بخشش چه و چه و چه، ولی همینقدر بگم کار خوبی کردین. حالا چی میشه؟ بدترین حالتشو بگم؟ بگی دوستم. تأثیر عاطفی کاری که شما کردین بسیار بیشتر از تأثیر قانونیشه. یعنی چی؟ ببینید، در بدترین حالت مادر و برادر شما مجبور میشن که سهم دیه شما رو پرداخت بکنن. این رضایت مانع از اجرای حکم نمیشه، اما خب این حرف منم باعث نشه که شما از کاری که کردین پشیمون بشین.
کار درست رو شما کردی. برای من همین که سعینه این داستان نباشم کافیه. بلکه هم خدا خواست تو دل مادرتون نرم شد. علی میخواد مادر شما رو ببینه. میگه حرفایی داره که حاضر فقط به ایشون بگه. چه حرفایی؟ من نمیدونم. مادر قبول نمیکنه که ببینتش. شما هم تا 6 ماه پیش حاضر نمیشدید پای این ورقه ها رو امضا کنید. علی 6 ماه دیگه فرصت نداره آقای شیخی. شما با پدر مادرت صحبت کن. یک بار دیگه باید بریم دستموس خانم مرادی. اونا که حرفی ندارن. بهشون نگو که تاریخ اجرای حکم اعلام شده به هم میریزن. باید صبر کنیم ببینیم با خانم مرادی به کجا میرسیم. بهشون بگو خواهرای سینا رضایت دادن، فقط مونده که رضایت مادرشون رو بگیری. نمیدونم برگردین خونه. مادر رامون میده یا نه؟ یا وقتی سهیل برگشت از خونه بیرونمون میکنه یا نه؟ یعنی اینقدر وضع بده؟ بده دیگه. توکل به خدا. هرچی خدا بخواد همون میشه. ما تلاش خودمون رو میکنیم. مهم این کار درستیه که شما انجام دادی. بقیه‌اش دیگه به خداست.